الله کیره میگن که ذاتش عبادت شبه و قانونش تدبیر. بعضی کسا هستن که عبادت به غیر الله میکنن، رکوع به مخلوق میکنن، سجده به مخلوق میکنن، نظر به نام مخلوق میکنن. همین الان افغانستان ما شما یک ده قسم نظر شرکی وجود داره. نظر عبادت است، صحیح؟ اما امیال اگر حساب بگیرین نظرهایی که به نام مخلوق است ده پانزده قسم در افغانستان است. این خود کلمه میخوانه لیکن این بیچاره نمیفهمه که اله کی را میگن. پس با دانستن سیرت انسان عقیده صحیح رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. سومین دلیل چی است که سیرت النبی صلی الله علیه و سلم بخوانیم؟ واقعا برای ما محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم پیدا میشه. امی جوانایی که بچهای فیلم خوش داره، چرا خوش داره؟ علتش چی است؟ علتش چی است که بسیار با امرای از اونا چی دارن؟ رابطه دارن. مثلا بینید کمپیوترش عکس بچه فیلم است، شب بچه فیلم سهل میکنه، هر شب سریالش سهل میکنه، هر شب فیلمش میبینه، درباره زندگیش معلومات داره، درباره آروسیش، درباره مشکلاتش، الله فلانی بچه فیلم بندی شد، بالاخره او را زیاد دوست میداشته باشه. چرا بعضی کساست که بس فلانی فوتباله را خوش داره؟ علتش ایست که خودش فوتبال خوش داره، اینال ستاره های فوتباله مشناسه و به همراه از ولی او کافر از بیدین است لیکن قلبا او را دوست داره. چرا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دوست نداریم؟ دوست داریم، ما مردم افغانستان دوست داریم، لیکن دوست های عاطفی به اون شکل که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باید دوست داشته باشیم و قسم نیست. چرا نیست؟ چون ما سر و کار ما نبوده. این حال کسی که سیرت النبی صلی الله علیه و سلم دو ماه، سه ماه، چهار ماه، پنج ماه، شش ماه میخوانه، یک مرتبه که سیرت النبی صلی الله علیه و سلم ختم کنی باز ببینی که در قلبت محبت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چقدر جای. پس از منفعت سیرت النبی صلی الله علیه و سلم، سیرت النبی را اگه بخوانی باز احترام به رسول الله صلی الله علیه و سلم میفهمی. حالا مشکلی است که بعضی کسا در احترام رسول اکرم صلی الله علیه و سلم افراط میکنن، اقدر افراط میکنن که عوض قرآن هم درود میخوانن. همین دلائل خیرات امروز من میخواندم یک کتاب از بنامه چی؟ دلائل خیرات. این یک کس جور کردم، من یک کسر در یک جای دیدم یک وقت کتمای گاجی صاحب دهش رفته بود، میفتم چرا قرآن نمیخوانی؟ میفتم من دلائل خیرات ها که بخوانم ای از ده ختم قرآن کرده خوبتر است. آخر دیگه دلیل خیرات کلش درودهایی است که بعض درودها منصوص است و بعض درودهایی است که همون کسی که کتاب نوشته کرده. اینو جور کردم، حتی دقیق نخواندم، منتها نمیدانم سرش زیاد تبصره کنم، واسه که خواندم میبینم که چه خوبی ها داره چی بدی ها، لیکن کلش درود است. لیکن الا بذکر الله تطمئن القلوب، به یاد الله اطمینان قلبی حاصل میشه. باید قرآن بخوانی و درود به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم بفرستیم، اما اتو افراط نکنی که بیخی قرآن سرش چلیپا بکشی و ایوازش ما چی میخوانم صبح شام دیگر خفتن بعد از نماز کلش درود خوانده میاد. قرآن درود خواندن هم از خود وقت داره و قرآن خواندن باز از خود وقت داره. حالا نمیشه در قیام ما و شما درود بخونیم. در قیام باید سوره فاتحه را بخونیم، باید قرائت بکنیم. پس اگر کسی سیرت النبی صلی الله علیه و سلم بخونه از افراط و تفرید در حق رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خودداری میکنه، نه افراط میکنه. دین اسلام که است دین وسطیت است، خط مستقیم است، راست دم سرک روان استی. اگر بالام دویدی اجازه نمیتید و خودت چکوری هم انداختی اجازه نمیتید، نه افراط و نه تفرید، وسطیت.
و محبت پیغمبر و محبت صحابه و محبت تابعین کلش در وسطیت باید قرار بگیره. نه محبت افراطی بکنی. چرا امتهای قبلی شما قصه های قرآن شما میخونین، چرا مثلا از یهود همین سوره بقره را بخوان که از یهود میگه 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 از مغضوب علیهم ولا الضالین، از گمراه ها عزیزه. چی است؟ یا افراد کردن یا تفرید کردن. یکی افراد کرد، عیسی علیه السلام بردن بالا بردن بالا بردن بالا، بالاخره صاحب عیسی علیه السلام از درجه مخلوق کشیدن و گفتن که ای سان آف گاد است، گفتن ای بچه خدا است، جیسوس کرایست. که تزوا که بیشنیم بلایش میگه که والا چی هست، میگه جیسوس کرایست، میگه چی هست این بچه که خدای مسیح است. و یهودی ها چی کردن؟ در قسمت پیغمبر ها تفرید کردن. در کتابشان هم شما اگه کدام وقت بایبل پیدا بکنین در بی صفحات ازی که بخونین، برای پیغمبر ها زنار شراب بی حیایی را بی عفتی را کل چیز نسبت داد، لعنت الله سر زنا نازل شد.